دکتر اومده؟ آره داره عوض میکنه لباس. خدا بخواد تو رو بهش پس نمیرم. گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، یا نظار از غم تو بشم دیگونه گل من. گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، یا نظار از غم تو بشم دیگونه گل من. غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، من دکتر مظهری هستم. امروز خانم مریم خانم تشریف داره اینجا که قدم میش رو چشم. مریم خانم شما سوال های بد نداری؟ سوال خوب قبل از اینکه جواب بدیم، این کرمای روز یا شب یا جوونی یا ضد چروک که میزن چقدر بد رو پوست ماساژ بدن؟ این سوالی که من کردم به شما، از شما بپرسم هرچی رو پوست چند دقیقه راجع به ماساژ پوست صحبت میکنم. به اجازه شما جواب اینو بدم، بفرمایید شما رو ایر هستی عزیزم؟ رو ایری عزیزم، مجبورم قطعت کنم. اگه آقای دکتر جونم میخواستم بدونم خواهر من در ادرارش خون دیده شده، خواهش میکنم که بفرمایید که علتش چیه و مالجه. چش بهتون فورا میگم. چند مدت در خونش ادرار در ادرارش خون میبینه؟ تقریبا دو هفته است. وقتی که ادرار میکنه قرمز قرمز خونی عیزم تقریبا؟ خیلی خوب. چش شما رو حرف من گوش کن، ولی هیچ وقت به من اعتماد نکن، چون من انسانم، انسان هزار بار اشتباه میکنه، بعد از 10,000 فال میفهمه. ماها تمام بنده های اشتباه های خدا هستیم. من رو تلویزیون میگم، شما گوش کن. تشکر. میبوسم. هر کسی که در ادرارش خانم مریم خانم خون میبینه، یعنی یه مدت خیلی زیاد خون میامده نمیدیده. تا اینجا فهمیدی؟ جدا فهمیدیم تا اینجا. پس هر کسی که در ادرارش خون میبینه یه مدت زیاد بوده که خون در ادرارش بوده که نمیدیده، یه دفعه متوجه شده. یا خون به اندازه کم بوده که رنگ ادرار رو نتونسته عوض کنه. تا اینجا قبوله؟ حالا خون چجوری در ادرار میاد؟ چندین علت داره. میتونه از بالا باشه، از کلیه باشه. ببین دستگاه ادراری دو تا ماشین اتوبوس. چه رنگ دستای من بنفش میزنه؟ دست من چرا بنفش شد؟ دو تا دستگاه ما داریم که خون رو تصفیه میکنه. چیزهایی که خون لازم نداره میگیره میده با آبی که میده بیرون، میده بیرون میشه ادرار.
یکی از اونا متابولیسم خود بدنه، چیزایی که در آب محلولن، یکی هم محلولاتی که در آب محلولن، دواهایی که در آب محلولن. این توسط اون دستگاه صاف کنی که داره، خیلی دستگاه صاف کنی ساده قشنگیه، صاف میکنه خون و مواد زیادی رو میده در خون. تا اینجا قبوله؟ من. حالا این میتونه از همون دستگاه صاف کنی خون بده. بعضی وقتا مریضی های کلیه اینو ایجاد میکنه در بچه ها، کولایتیس که میگیرن، نفرایتیس که میگیرن، منظورم نفرایتیس، نفرایتیس یعنی جراحت کلیه که میگیرن، خون رو نمیتونن درست تصفیه کنن، خون جدا میشه از سلولا میاد بیرون، به صورت در ادرار دیده میشه. ولی میتونه از بالا سنگ کلیه باشه، تو اون دهنه کلیه یه دونه استخر کوچولو داریم که ادرار جمع میشه، بعد با لوله میاد پایین، میتونه اون تو سنگ باشه و بتراشه اون تو رو زخمی کنه. ولی معمولا اکثر خونایی که در ادرار میبینن از مثانه است. در مثانه میتونه سنگ باشه که کمتر، ولی بیشتر از هر چیزی که میتونه در مثانه تولید خون بکنه که خون بدن، پولیپ های مثانه است. تا بعض وقتا مثانه وقتی که انسان پاش به سن میره یا موادهای مختلفی در زندگی بهش برخورد میکنه که باعث ناراحتی مثانه میشه، مثانه توش چیزایی مثل بوته، این بوته درخت، مثل دسته گل روش میکنه، میاد بالا، اون سرش کنده میشه، خون ریزی میکنه. و اینها اکثرا اگه بهشون رسیدگی نکنن، نرن پیش دکتر یورولوژیست، بعد برن پیش دکتر اورولوگ، همون به فرانسه اورولوگ، به انگلیسی یورولوژیست، بعد برن پیش دکتر اورولوگ یا دکتر همون دکتر اورولوژیست به انگلیسی، فوری تو مثانه رو نگاه کنه ببینه خدای نکرده این پولیپا نباشه. این پولیپا رو ور میداره، تیکه برداره میکنه ببینه که سرطان نیست یا اینا رو میسوزونه. ولی میتونه سنگ های توی کلیه هم باشه و میتونه توی لوله کلیه سنگ ایجاد شده باشه. البته اینا درد داره، کولیک داره، دردش رو بهش من کولیک، برای اینکه دردش خیلی قوی میاد و میره، میاد و میره، میاد و میره، میاد و میره، مثل ساعت، دقیقه به دقیقه درد میگیره، کولیک میگیره درد. ولی اینطوری که معلومه ایشون درد نداشته، وقتی که درد ندارن و خون تو ادرار ببینن، معمولا میتونه پولیپ سرطان چیز باشه، مثانه باشه، یا اینکه سرطان، خود سرطان هم میتونه باعث خونریزی کنه. پس این خانم اولین کاری که باید بکنه چیه خانم مریم؟ خانم فوراً باید بره پیش دکتر یورولوژیست، فوراً نباید یک دقیقه صبر کنه، همه امروز شنبه وقت بگیره بره یه دکتر یورولوژیست، دوشنبه بره تو مثانه‌اش ببینه که خدای نکرده سرطان پولیپ نباشه، که بتونن مالجش کنن فوراً. سرطان ها مالجه دارن به شرط اینکه زود به دکتر برسن. اگه صبر کنن و نرسونن خودشونو به دکتر، سرطان وقت که حرکت کنه به جای دیگه بدن برسه، دیگه جلوشو نمیشه گرفت، میفتن به کیموتراپی و ناراحتی های دیگه. ولی این خانم باید فوراً و بلا فاصله چیکار کنه؟ بره پیش دکتر یورولوژیست، بده مالجش کنن. درست گفتم خانم مریم؟ خانم اگه غلط میگم شما بگو درست میگم، که من یه خود خوشحال بشم، به چیزم، به ایگوم کمک میکنه، خیلی به ایگوی من کمک میکنه وقتی من غلط میگم میگن راست میگی، اصلا کیف میکنم در اون موقع. حالا برگردیم به ماساژ صورت. چرا ماساژ صورت خوبه؟ دلیلش چیه؟ گردش خون. برای اینکه گردش خون رو بالا میبره. وقتی که گردش خون بالا رفت، اکسیژن بیشتر میرسه، مواد غذایی بیشتر میرسه، هورمون بیشتر میرسه، آنتی اکسیدنت ها بیشتر میرسه و استام سل هایی که در بدن، خود بدن استام سل میسازه، مخصوصا در جوان ها، در آدم های سنشون بالاست کمتر استام سل میسازه و اینا چیکار میکنن؟ تعمیر میکنن. یعنی انسان، اونایی که صورتشون رو ماساژ میدن، شما یه دکتری هست به نام دکتر مظاهری، مورتون مظاهری، میاد میگه کیسه بزنید. دلیلش چیه اینو میگه؟
یکی از دلایلش چیه؟ همین ماساژ پوست صورته که خون و جریان خون رو بالا ببره، در نتیجه بافسازی بالا میره در پوست صورت و انسان جوان میمونه. شما رو ار هستی، بفرمایین عزیزم. سلام عرض میکنم دکتری عزیزم. جونم میخواستم بیتم راجه دکتر جان، راجه به چیگونگی قد صحبت میکردید، چی مقدار قد قدی خوب و زیبا و سالم است؟ چه قد خوب و زیبا سالم است؟ بله. شما راجه به قد انسان میخوای بفهمی، درسته؟ بله بله، میخواستم راجع به قد انسان بفهمم که چی گونه قد قدی سالم و خوب است. چش هم برای زنان و هم برای مردان. چش چش برات میگم عزیزم، رو تلویزیون گوش کن، میبوسمت، رو تلویزیون گوش کن. دوست میدارم، همیشه خواهانی خوشی شما هستم. قربونت برم، چه خانم خوبی هستی. در زمین برنامه 12 ساعت دیگه تکرار میشه، شما دو مرتبه گوش کن ببین من چی دارم میگم. خداحافظ. عرض دارم حضور مبارکتون، انسان وزنش نسبت به قدش فوق‌العاده مهمه. اگر وزن نسبت به قد، اولا چه فرقی بین زن و مرد هست؟ زن چون دستگاه اسکلت بدنش کوچکتر از مرده، نازکتر از مرده و ماهیچه هاش به کلفتی ماهیچه مرد نیست، زن استخونای بدنش کوچکتر از مرده و ماهیچه هاش به بزرگی ماهیچه مرد نیست، در نتیجه زن همیشه بین 5 تا 10 کیلو نسبت به قدش باید لاغرتر باشه. مثلا اگه یه مردی 160 قدشه، وزنش باید در حدود 60 کیلو بالاتر نباشه، ولی یک زن براش خیلی بهتره که 10 کیلو هم زیر اون باشه. ملاحظه می فرمایین؟ مثلا من که وزنم 144 خیلی وزنم خرابه، من بعد 4-5 کیلو دیگه لاغر بشم. حالا یه خانومی که 165 مثل من قدش 165، این خانوم باید 155 باشه، خیلی خوشیکلتره. هرچی هم لاغرتر باشه بهتره. معمولا لاغری حسن چند تا حسن داره، چند تا حسن داره. لاغری مثل اتومبیلای کوچولوه، اتومبیلای کوچولو مصرفشون کمتره، مصرف بدن بنزین نیست مثل اتومبیلای اتومبیل، مثل موتور. موتور بدن قلبه. هرچی بدن انسان چربی زیادتر باشه، هرچی بیشتر گنده تر باشه از نظر چربی، کار جریان خون که قلب موتورشه سختتر میشه و خون کمتر میرسه به بدن. هرچی بدن نازکتر باشه، البته راجب قوی و ضعیف بودن و ماهیچه بزرگ بودن اینا را ما صحبت خواهیم کرد که شما کاملا متوجه باشید، ولی بدن باید یک حالت معین خودش رو نگه داره که جریان خونش بتونه قشنگ روش کار بکنه. اگر وزن بدن خیلی رفت بالا، فشار به چی میاد مریم خانم؟ به قلب. فشار به قلب و جریان خون میاد. وقتی که فشار به قلب و جریان خون اومد، جریان خون نتونست به صورت طبیعی زیاد به اونطوری که باید برسه بتونه برسه، چه ناراحتی ها ایجاد میشه؟ انواع اقسام ناراحتی ها میتونه ایجاد بشه. یکی از ناراحتی ها اینه که اینسولین بدن بعد کافی نمیرسه. جونم عزیزم، I am in television, I am talking sweetheart. Let me talk, then I talk to you. I love you. انوشکا امروز شنبه است، مدرسه نداره، بابا بزرگشه. منم باید برم یه جایی، باید بدم به مریم خانم ازش دیگه داره کنه. مریم خانم امروز حتما خیلی چیز داری، شما کلاینت داری. خب میدیمش دست کیو. عرض دارم حضور مبارکتون، وقتی که شما فرض کن 2000 گالون آب داری، 2000 گالون آب یه جا جمع کردی،
اگر یه استخری داشته باشی که 2000 گالون آب بگیره، این استخر تو پر میکنه. اگر یه استخری داشته باشی که 5000 گالون آب لازم داشته باشه تا پر بشه، شما فقط 2000 گالون داری. این استخری که 5000 گالون باید آب بگیره، 3000 گالون آب کم میاره. اینو من به صورت خیلی ساده گفتم که متوجه بشید. بدنم همینطوره. بدن هرچی بزرگتر بشه، گنده تر بشه، چربیاش زیادتر بشه، جریان خونش کمتر بهش میرسه، در نتیجه خیلی ناراحتی ها میتونه پیدا کنه بدن. خیلی خیلی ناراحتی ها میتونه پیدا کنه. پس باید بدن، قد بدن و وزن بدن یک اندازه معینی داشته باشه که اون اندازه بتونه کافی باشه برای خونی که خون باید کافی باشه که بتونه به تمام بدن، به تمام دستگاه های غده های بدن برسه، به تمام دستگاه های هورمونی بدن برسه، به پوست بدن برسه، به خون، به جگر بدن، به همه جای بدن این خون باید بتونه سالم بتونه برسه. وقتی بدن چربیش خیلی زیاد شد، جریان خونش سخت‌تر میشه، قند خونش بالا میره، برای اینکه مقدار ترشح اینسولین نمیرسه به تمام سلولا و انسان ناراحتی قندی پیدا میکنه، ناراحتی مفصلی پیدا میکنه، ناراحتی کلیه پیدا میکنه، ناراحتی قلبی پیدا میکنه، ناراحتی جگر پیدا میکنه. برای همینه باید وزن همیشه پایین بمونه، به اندازه بمونه که بتونی برسه. بعضی ها که خوشبختانه سالمن و لاغرن، اونا به نظر من کسانی هستن که خداوند اونا رو دوست داره، برای اینکه اینا چیز چاق شدن ندارن. البته جلوی چاق شدن میشه گرفت، همینطور که جلوی ریزش مو رو میشه گرفت که ارثیه، جلوی چاق شدن هم اگر هم ارثی باشه میشه گرفت، با بالا بردن فعالیت که کالری زیادتر آدم میسوزونه و غذاهایی بخورن که کالریش کمتره و کمتر هم غذا بخورن که دل رودشون بزرگ نشه، در نتیجه انسان میتونه وزنشو نگه داره. ولی گفتم اگه یکی 165 وزنش باید 60 کیلو باشه، 60-62 از مرد. زن همیشه باید 5 تا 10 کیلو کمتر از وزن مرد داشته باشه اگر همون قد مرد داره. فرض کن یک کسی 6 فوته، 6 فوت میشه چقدر؟ 160. نه قربونت برم، نگو 6 تا 12 تا حساب کن میشه 72 تا. بله، اینو ضرب در 2.5 بکنی 72 نزدیک 180 خورده ای سانتی متر میشه. یک کسی که 185 سانتی متر، وزنش باید 80 کیلو بالاتر نباشه. مرده 80 تا 85 نباید بالاتر باشه، ولی اگه زنه 10 کیلو هم باید کمتر باشه. اون وقت اونایی که لاغرن معمولا لباس به تنشون خیلی قشنگتر میخوره، خیلی لباس بهشون بهتر میاد. من براتون گفتم اگه یه خانومی لاغره، اون گونی های چیز برنج که سابق زمان من در ایران گونی های برنج خیلی بزرگ بود، یه گونی برنجو یه سوراخ اون وسطش بکنه، سرشو بیاره بیرون، دو تا سوراخ اطرافش بکنه، دستاشو بیاره بیرون، بره تو گونیه، دستاش بیاد بیرون، سرش بیاد بیرون، با یه تناب هم کمرشو ببنده، بازم خوش قیافه است. ولی یه زنی که چاقه 2000 دلار، 3000 دلار، 5000 دلار، 30000 دلار پول لباس بده که بتونه بهش بخوره، هنوز لباسه نمیخوره. پس لاغری لباس خیلی بهتر به آدم میخوره تا چاقی. اینی که و لباس برای چی آدم لباس میپوشه؟ آدم لباس میپوشه برای اینکه بتونه مردم رو خوشحال کنه، خودش رو خوشحال کنه. لباس بهش بخوره، مردم هم بهش نگاه کنن، کیف کنن، بگن به به چه آدم خوشهکلی. حالا چه مرد چه زن فرق نمیکنه. پس وزن خیلی برای سلامتی خوبه و وزن برای خوشگلی خوبه. و برای اینکه وزن رو بشه نگرداش، ثابت نگرداش، من براتون گفتم اونایی که از جوانی وزنشون رو نگر میدارن، پیر که شدن اصلا نشون نمیدن. اگه اون وزن رو نگر دارن تا پیری، دیگه اصلا نشون نمیدن پیری رو. 20 سال، 15 سال، 15 سال جوانتر میزنن.
علت این که آدم پیر میزنه برای این که در اثر زندگی ناراحتی های زندگی و پرخوری های غلط شکم میاد جلو، باسن گنده میشه، زیر بغل چربی ها میاد، اطراف سینه چربی جمع میشه، قیافه آدم گردن کلوف میشه و قیافه آدم به کلی از دست میده در اثر چاق شدن. همش هم اگرم خیلی ها تقصیر ارثی میذارن، من قبول ندارم، برای اینکه زندگی دو قسمته، یکی ژنتیکیه، یکی زندگی است که ما در روزمره داریم درش زندگی میکنیم. اگر انسان فعالیت زندگیشو نگه داره، در قضاش دقت کنه، پرخوری نکنه و دلگی نکنه، بیشتر فکر خوشقیافگی خودش باشه و سلامتی خودش مخصوصا باشه، میتونه بدنشو قشنگ نگه داره. اگه غلط میگم بگو، شما هی بگو درست میگی. جونم عزیزم بفرمایی، شما رو ایر هستی. سلام دکتر. سلام دخترم. چهار تا سوال دارم. بله. چهار تا سوال دارم. یکی اینه که من هموروید دارم، بعضی موقع این خونریزی میکنه، من میخواستم ببینم من باید اینو عمل کنم یا نه، همینجور برم تو آب گرم و اینا. ببینم دردم داره؟ درد نه نداره. آره، اگر معمولا رو تلویزیون میگم گوش کن دیگه، سوال دیگه ای نداری عزیزم؟ دارم. چرا سوال دارم. بعد آقای دکتر، بعد من این شکممو میبستم که کوچیک بشه، بعد یه 3-4 روز دیدم یه لکه قرمز زیر نافم افتاده که زیر پوستی بود، نه اینکه روی بله بله بودم بگم من هنوز ادامه بدم. بله بله، بهت میگم بعد چی کار بکنی. فوق العاده. یه سال دیگه هم دارم هنوز. 14 تا سال داری قربون برم. خب یکی اینه که شما لیزر رو واسه اینکه موها رو برداریم شما ساجست میکنید؟ بله بله، اینو جواب دادم. بله دیگه چی بود؟ این همسرم خیلی خورخور میکنه، بعد از خورخور خودش بیدار میشه شب. معلومه. چند سالشه همسرت؟ حدود 60 سالشه. قدش چقده؟ وزن و قدش خوبه دوستاش. خوبه، پس اون ناراحتی چیز داره، فکش، قسمت نرمی فکش که ماهیچه هست، ممکنه درازتر از معمولی میفته. اونایی که چاق نیستن، اونایی که لاغرن و خورناز میکنن، جراحی بهشو خیلی کمک میکنه. یعنی شما ساجست میکنید؟ بله، دو سوم زبون کوچیکه رو میبرن. یه خورده برای آدمایی که سنشون بالا 3-4 روزی دردناکه، باید دائما چیزای خنک، یخ مثل بستنی و یخ و اینا بخورن 3-4 روزی که جلو ورمشو بگیره و چند تا دکتر آمپولشو میزنه و آنتی بیوتیک میده، زود خوش بشه، برای که دردناکه و ورم میکنه خیلی زیاد. معمولا اونایی که چاقن و اونایی که لاغرن و چربی زیادی ندارن، معمولا تقصیر فک نرمشونه که همون ماهیچه ها و زبون کوچیکه است. اون زبون کوچیکه رو میشه دو سوه میشه در آورد و اینا راحت میشن. آره عزیزم، راحت میخوابن؟ بله راحت میتونه بخوابه. البته یه دکتر حلق و گوش و بینی باید معاینش کنه، ممکنه چیزهای دیگه هم باشه، چون من نمیدونم که عزیزم، من روی اکثرا صحبت میکنم، چیزهای دیگه هم ممکنه باشه. تشخیص شما همین بود دکترم، بهش گفته که چیزش بزرگه، همین زبان کوچیک. بله زبان کوچیک رو میبرن دو سه در لاغر. آدمای چاق یه چیز دیگه است، اونا باید اول لاغر بشن. بله. وقت دماغش هم باید معاینه کنه. این دکتر حلق و گوش و بینی لازم داره عزیزم. باشه. این سه تا سوال منم بی زحمت جواب بده. خب دو تاش که جواب دادم، یکیش دیگر مال کمربند. آره برات میگم. من که خون زده میکردم. بله بهت میگم چی شده. آره آره. آره میبوسمت. خداحافظ. ببین عزیزم، اولا تمام اونهایی که شکم بند میبندن فوق العاده کار خوبی میکنن، ولی نباید اشتباه بکنن. یکی از اشتباهایی که این خانم عزیز من کرده، فوق العاده شکمبند شو تنگ کرده. شما یه دفعه نمیتونی فوق العاده. جونم عزیزم این از کجا؟ این مال ساعت قربونت برم. If you want it give me a kiss I give it to you. آ قربونت برم الهی، برو. عرض دارم حضور مبارکتون، فوق العاده فوق العاده کار خوبیه که خانم ها از همون دختر بچگیشون، از همون
دختر خانم که هستن شکمبند ببندن دلیل داره. خیلی دکترها به این معتقد نیستن ولی غلطه، برای اینکه تجربه ندارن، برای اینکه علاقه نداشتن مطالعه کنن، برای اینکه تجربه نکردن. شما وقتی که شکمبند میبندی فشار میاره به رگهای لیمفاتیک، همینطور به رگهای سیاه‌خون فشار میاره، نمیذاره بین سلولا آب جمع بشه و چربی زیاد جمع بشه و اینا رو نگر میداره. البته شکمبند رو باید موقعی بس که انسان کار میکنه یا میخوابه. به صورت معمولی باید ماهیچه های شکم که کمک نفس هستن، کمک نفس ماهیچه های نفسی هستن، کمک نفس ماهیچه های نفسی هستن، باید اینا بتونن کار کنن. اگر شکم کار نکنه، ماهیچه هاش کار نکنه، از بین میرن، چیز ضعیف میشن و کار کردنش مهمه. ولی در ورزش و در خواب خانوما شکمبند ببندن فوق‌العاده خوبه. یکی از اشتباهایی که میکنن و این خانم عزیز من کرده، ایشون میخواسته یه هفته بشه ملکه زیبایی آمریکا. یه هفته، نه، غلطه. باید یواش یواش دریچه تنگ کردن شکمبند رو انجام داد، نه یه دفعه. اگه یه دفعه بزنن اون رگهایی که خون رو بر میگردونه، نمیتونه برگردونه، میمونه و اینا پتیشیا یا هماتوما زیر پوست میگیرن که همین رنگ قرمزیست که این خانم میگه دیده. البته اینو اگه یه مدتی تو همون بره بشینه، همون آب گرم بتونه بشینه، دو مرتبه میتونه برش گردونه. و یه مدتی هم اون شکمبند شد نباید خیلی سفت بذاره و اون قسمتی که هماتوما داره اگر شکمبند شو میبنده یه مقداری چیزا از این بافت های لباسی مثل متکا که چیز دارن، نرمن، پنبه از همه بهتر، پنبه بذاره اون قسمتی که قرمز شده روش شکمبند بذاره که روش فشار نیاد دیگه. اگر پنبه بذاره شکمبند چه بذاره خوبه، ولی این کار فوق العاده خوبه، ولی بعد یواش یواش اونو تنگ کرد. در آمریکا، در این کره زمین یک زنی هست که من ازش اطلاع دارم که شکمش اینقده. لاغر شکمش، اینقدر این کار رو کرده چندین سال که دل روده های توی شکمش دو دسته شدن، یه قسمتش بالاست، یه قسمتش پایینه، از بس تنگ بسته. نباید این کار رو بکنن. البته کمربند بستن من مخالفم، ولی شکمبند بستن موافقم. چرا؟ برای اینکه شکمبند در حدود 8 تا 12 سانتیمتر، بعضی وقتا هم بیشتر، اینقدر. ولی کمربند در حدود 5 سانتیمتر. ببخشید، من خواستم بگم 8 اینچ تا 12 اینچه، میخواستم بگم، گفتم سانتیمتر، 8 اینچ تا 12، یعنی در حدود حساب کنید بین 18 سانتیمتر تا 30 سانتیمتر. شکمبند ها فرق میکنن از نظر عرضی. اون وقت ولی کمربند 5 سانتیه. کمربند خطرناکه، همون شکمبند فوق العاده بهتره و قیافرم فوق العاده بهتر میکنه. این از این. خانم مریم خانم، شما سوالی نداشتی بنده جواب بدم؟ نه، این هموروئیدش هم سوال ایشون هموروئید بود. خدا عمرت بده که اومدی امروز، یاد من انداختی. اینا آلزهایمر است، مال من مال آلزهایمر نیست. نه، من آلزهایمر ندارم، مال پیریه، مال من مال پیریه. نه بابا، برای اینکه فکر آدم زیاده.